بإذن الله منصورين جبهتهم نصر. ببینید توی جنگ سوریه از تمام عالم جمع شده، از خلیج، از عربستان، از پاکستان، القاعده، طالبان، کسایی هم هستن که واقعا فریب خوردن آمدن. خوب لیلا الله اکبر ریک ریک عبدور عبدور ها هم سوار الریف الشمالی. جنگ الان با جنگ من فکر میکنم با جنگ زمان امام علی هیچ فرق نداره، همون جنگ خوارج. خوارج کسایی بودن که زانوهاشون پینه زده بود از بس که رکوع و سجده کرده بودن پیشانشون. معلی اینجا هم شما توجه کن، ببین این سنگر مسلحینه و این قرآن شریفه، قرآن شریفه و لا تنزل ذکر الله، یعنی دائما در حال ذکر بودن اینا، واقعا در حال ذکر بودن. ببین این یادگاری از جبهه النصره است. جبهه النصره جبههیه که غیر سوریه، غیر سوریه، عرب هست اما غیر سوریه. بالاش دقیقا نوشته چی سری قندهار، یعنی اینجا معلوم میشه از قندهار افغانستان هم کسایی هستن. رفته بودیم سوریه، جایی در نزدیکی حرم حضرت زینب سلام الله علیها. به مجاهدی برخورد کردیم که معلم نام داشت. در اینجا نام، تاریخ تولد، ملیت جز نام جهادی اعتباری ندارد. انگار باید اینجا فقط خود بود، بی نام و گمنام. کسی نمی داند تو از کجا آمده ای، نامت چیست و چه سرگذشتی داری؟ اینجا را نمیتوان پادگان یا مقر نامید. تا چند ماه پیش کودکان سوری در این منطقه درس میخواندند، اما انگار خدا تقدیر کرده مقر تیپ فاطمیون یک مدرسه باشد. جالب است نام معلم برای مردی که نام واقعیش را نمی‌داند. بهترین مردان آزادی خواهی عالم و جهان اسلام از سر تا سر عالم خودشان را به هر رقمی شده رساندن به این خاک تا از اعتقاداتشون دفاع کنند، از سرزمین لبنان، از سرزمین عراق، از خیلی جاهای دیگه. اینجا شیعیان افغانستان هم همچون گذشته احساس مسئولیت کردن، با اینکه امکانات هم نداشتن، وسیله نداشتن، به هر طریقی خداوند وسیلهش مهیا کرد، خودشون رساندن به این خاک، به آب و خاک، تا از حریم ولایت و حضرت زینب سلام الله دفاع کن. دو یک. اگر خسته جانی بگو یا علی، یا علی. اگر بی پناهی بگو یا علی، یا علی. بالاتر از دست خدا دست نیست، یا علی. خسته بگو یا علی، یا علی. ایش یخچالا رو خواب کردم، یخچالا رو پول خاک کردم، سنگر درست کنیم، جت بیاد بزنه تویش. در اوایل یک تعدادی بودن از بچه ها که خودشون رو به هر رقمی بود رساندن، شهید دادن، جانباز دادن، تا اینکه خدا رحمت کنه شهید اسماعیلی طوری دیگه شهید شد. نوکر باید از اربابش نشانه داشته باشه، درسته یا نه؟ نوکر باید از اربابش نشانه داشته باشه. و رضا اسماعیلی چون حضرت امام حسین علیه السلام سر داد،
یعنی وقتی شهید شد لحظه شهادتش یعنی مسلحین سرشو بریدن و تا لحظه آخر که پشتی شنود بچه ها میشنیدن یا علی میگفت یا علی گفت و سر داد در رای موزه. انعکاس خیلی بزرگی در دنیا داشت شهادت رضا اسماعیلی. بعد از او بود که فعالیت ها و کارای بچه های فاطمی پررنگ تر شد. برایم جالب بود بچه های فاطمیون اولین جایی که دور هم جمع می شدن حرم حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهما. آمدیم برای بار دیگر آمدیم که زیارت حرم حضرت رقیه تجدید عهد و پیمان کنیم که یا حضرت رقیه ما درست تو در بیابانها راه را گم کردی، تنها ماندی، سیلی خوردی، خار مغیلان چه معامله هایی با پای تو کرد، آفتاب و گرمای سرمای این شهر تحمل کردی، ولی ما آمدیم، ما بچه های فاطمی آمدیم که بگیم یا حضرت رقیه ما تو رو تنها نمیگذاریم. ما بچه های فاطمی آمدیم از حریم و مقدسات و اعتقادات من دفاع کنیم، در طریق اهل بیت، در راه اهل بیت جان دادن برای ما شیعیان افتخار است، سر دادن و خون دادن افتخار است. اسارت حقش نبود که حضرت زینب سلام الله علیها در این شام در این شهر اسیر شد. ما آمدیم بگیم که یا حضرت زینب ما بچه های فاطمی آمدیم که با تو عهد پیمان ببندیم، تجدید عهد کنیم، ما تو را تنها نخواهیم گذاشت تا آخرین قطره خون از حریم مقدس شما دفاع خواهیم کرد.
خونی اکبر، موی خونی اکبر، غم محسن دیگر، غم محسن دیگر، غم غربت اصغر شدن قاتل زینب، شدن قاتل اینجا دمشقی ها از معلم خواستیم ما را به جایی ببرد که در آن جنگیده بود. به اصرار معلم به منطقه حران و ملیحه رفتیم، در خط مقدم. منطقه ملیحه و حران در اوایل بحران در سوریه بازیچه دست گروه‌های مسلح سوری و بعد هم گروه‌های تکفیری که از خارج سوریه آمدند شد. بخشی از مردم این مناطق با مسلحین هم صدا شدند، بی آنکه بدانند این هم صدایی چه عاقبتی خواهد داشت. این منطقه به اسم حران یاد میشه، حران و لوامید، یک از شهرهای باستانی سوریه هم هست. نکته جالبی که هست الان این منطقه الان کاملا ویرانی و خرابیه، به فاصله 100 متر اونور آبادیه. حالا چی شده، جریان چی بوده که به فاصله 100 متر این طرف واقعا این خرابی شدیدی به بار آمده، او طرف هم نه، او طرف هم آباد. جریانشی بوده که توی منطقه که خراب شده مردم زیاد هم زندگی میکردن، مسلحین وقتی وارد این شهر شدن خیلی از اینا استقبال کردن، گول خوردن، بازی خوردن، استقبال کردن و بعدن فهمیدن چه کلاهی سرشان رفته و در نهایت شهرشان خراب شد، زندگیشان، کارشان، کاسبشان همه از بین رفت، به دست خودشان هم از بین رفت. ولی یه قسمت دیگه، نه، مردمش از نظر رشد فکری با فهم و شعورتر بوده، فهمیده که نباید این تکفیری ها رو راه بدیم، راه ندادن، باشون بیعت نکردن، شهرشون هم سالم مانده، کار و کاسبیشون هم هست و خلاصه مدارس و درمانگاه و بیمارستان و مسجد و تمام امکانات زندگیشون مثل قبل، از قبل هم بهتر هست. دارم زندگی میکنم، مغازهاشون اول صبح میکنم، دارم یواشاش مغازهاشون رو باز میکنم، شروع میکنم به کار، دنبال رزق دادن. بچه هایی هم که امنیتی را که باید داشته باشن دارن. برای من گفت دو فرزند دارد و چند روز دیگر صاحب سومی می شود. شباب بدی سویر سوره شوید. اهلا و سهلا. اهلا و سهلا. معلی معلیش. حبیبی علی راسی. کیفه؟ الحمد لله. شو اخبارک تمام؟ ما فی احسن من یک. انگار زندگی را بیشتر از ما چشیده. قلیل نور. نور نور. گفتم زندگی به راستی که حیات در جهاد است. محمود. اسم محمود، کمان نور. او چیزهای زیادی در سفر به ما یاد داد، نه با حرف سلام و رحمت الله شباب، با عمل. ماشاءالله سبخه. 3 سال شده که این مناطق از این وضعیت عادی خارج شده و منطقه مناطق درگیریه که مردم آواره شدن، دربره شدن، مردم بی خانمان شدن. ولی او روحیه مقاومت، او روحیه مقاومت هنوز در این آبادی ها معلومه که چجوری بر ضد تکفیری ها هنوز مقاومت میکنن، با این که کسی نیست دیگر، آدمی نیست، انسانی نیست که اینجا زندگی کنه. حالا میمونش مثلا میگم میگم 3 سال این درخت آب نخورده، 3 سال تمام این درخت آب نخورده، ولی چی؟ هنوز برگاش سبزه،
همین خودش نشان دهنده مقاومت، داره مقاومت میکنه در مقابل تکفیری ها. این آب و این خاک و این سرزمین، این حتی این برگای خشک، اینا با همین زبان بی زبانی ما احساس میکنم که تکفیری ها رو داره لعنت میکنه، لعن و نفرین میکنه از تمام از اعماق وجودشان. ببینید 3 سال گذشته هنوز درختان بی زبان طفلک ها هنوز مقاومت میکنن در مقابل تکفیری ها. با همه از این شهر بد خاطره ها دارم. فاصله 300 متری از اون صدا شما صدای درگیری میشنید، اون خط اونجا 7 ماه جنگیدیم از سه طرف شهر ملی ها هجوم داشتیم، محصره کردیم شاید 50 تا حدود 50 تا شهید بود با نامقام تقدیم کردیم در آزادی از شهر. قدم های من آهسته شده بود از این همه ویرانی. به راستی در اینجا چه گذشته؟ دیگه تصمیم قاطع گرفته شده بود که شب باید آزاد شد، امشب باید آزاد شد. حاجی فاطمی هم قسم خورده بود که ما تا شهر ملیحه رو آزاد نکردیم بر نمیگردیم. یعنی قول داده بودن به کی؟ به زینب قول داده بودن. حتما باید امشب یا جان بدن یا شهر آزاد کنن. زنده یعنی روی آدم نمیشد برگرده دیگه، چجوری زنده آدم برگرده بدونی که کاری از بشه. شهر ملیحه یک از شهرهای خیلی استراتژیک، واقعا استراتژیک بود که برای نگه داشتن مسلحین، برای نگه داشتنش خیلی مقاومت شدید کردن ولی نتونستن. جیش آمد زد، عراقی آمد زد، از اون بودش میکرد رو حزب الله کار میکرد. در نهایت دیگه بچه های فاطمی آمد، در نهایت کاری از این جایی پیش نمید دیگه بچه های فاطمی آمد. امام رضا منم که بین توتی منم که بین توتی هم گرم زرانه امام رضا نیاز درآسه خانه تو. یا امام رضا، یا امام رضا، خدایا به حق جهاد و عزت اسلام بودم بچه های خود تو هر عملیاتی آی خدا برنده بگردان. خب ریز سر تا سر اونجا، خب خاکریز ما زدیم، خب پشت خاکریزم دقیقا خندقه. ما از داخل از او خندق از او طرف حرکت میکردیم، میامین داخل از این 5 تا ساختمان، این 5 تا ساختمان میگرفتیم. خب او ساختمان اول دست ما بود، ای و دومی مال اونا بود. آرام قدم بر میدارد و به دوستانش فکر میکند. شهید سجادی و شهید غلام علی اینجا شهید شد داخل از این خانه. ما دقیقا همینجا خوابیده بودم، دقیقا همینجا شب همینجا خوابیدم، اینجوری بالا و پایین داشتم تأمین اونا را باشه رفتن داخل و مسلح این بالا بود. اینجا درگیر شده بودن بچه ها، اینجا درگیر شده بودن، باید میرفتن بالا را پاکسازی میکردن، باید میرفتن بالا را پاکسازی میکردن که اینجا نمیدارم دقیقا خوب خاطرم نیست که یا اینجا شهید سجادی زخمی میشه یا طبقه بالا دیگه. این جاهایی که شما ما الان پا میگذاریم جای پای شهدای خیلی بزرگیه که تقدیم کردن جانشون در راه حضرت زینب و عقیدهشون. افتخار دارم برشون. 5 ماه گذشته هنوز گوشم سوت میده، هنوز
مدرسه است یا مهد کودکه که طفلای معصوم بیگناه میامد اینجا آموزش میدادن، نقاشی خیلی قشنگ کشیدن، با آرامش کامل داشتن زندگی میکردن، یک دفعه آرامشون به هم خورد، موشک آمد، جنگ آمد، سلحین آمده. الان آمدیم داخل از این مهد کودک شدیم، یک لحظه برگشتم به او فضای آرامش بودن. با اینکه خراب شده این مهد کودک این مدرسه، ولی صدای بچه ها، صدای صوت بچه ها، صدای بازی طفلا، اینا رو دارم میشنم احساس بکنم. خیلی مشکل بود، بیگناه طفل معصومی که اینجا داشت آموزش میدید، درس میخوند. ببینید چقدر جالب است. اسرائیل با دست خود شرایطی را فراهم کرد که در نزدیکی مرزهای خود مجاهدینی از سراسر دنیا گرده هم بیایند که دشمن اصلی خود را صهیونیسم می‌دانند، نه ارهاب و تکفیر. حالا می‌فهمم چرا راه قدس از کربلا می‌گذرد و اسرائیل هر روز ناامن‌تر. ما برای مقاومت آمدیم، برای مقاومت. مقاومت از چی؟ اگر بگم مقاومت از انقلاب اسلامی، شما مثلا محدود نکنید مقاومت اسلامی را در چارچوب خود داخل ایران، نه، مقاومت اسلامی یعنی مقاومت تمام جهان اسلام، در هر نقطه از جهان باشد، هر جایی که ظالمی برخیزه باید مقاومت اسلامی در قبالش باشد.